کسی نمیخواد تکلیف ما روش نکنه؟ نه آقا، من به بلد کم دارم دادم واسه تو شفاخونه زدم. آقا حقمه، مالمه، مالی بابامه، نمیخوام زمین بقیدی برم. این بنزینه الان میریزم به سر خودم، خود به آتیش بکشم. نمیاد کسی؟ نه الان خندش بکشم، خاکستر به من گره هم دارید گم کنید. آتش نداری داده شه؟ بریش اتاق من، بریم اتاق من، بریم اتاق من، بریم اتاق من. آقا چون تر نیزشتی من خود به آتش بکشم خود راحت کنم. ها؟ با خودکشی که چیزی درست نمیشه عزیز من، آروم باش، این آبغندو بخور. نمیخوام. میخوای کتتو در بیاری من آویزون کنم بنزینش بپره؟ نه، با همین بو بنزینش میخوام باشه، میخوام هر وقت اراده کردم خودم با آتش بکشم. جناب زایتاب عزیز، من خواهش میکنم شما به خودت مسلط باش، من برات توضیح میدم. چه قصب کنم؟ یه سال، دو سال، سه سال این بابا بنده خدا ما تو گور داره میچنده، داره میلرزه. آقا جون هر شب داره به خواب ما میاد، میگه تو ارزه نداری این وصیتنامه ما رو عمل بکنی. میفهمی این؟ آره. شما اجازه بده من اون زمین بیساب شده رو بفروشمش، هر جا شما اراده بکنی برات شفاخونه میذارم، هر جا شما دستور بدی. هم شما به مریض خونت رسیدی، هم ما وصیتنامه اون بابامون عمل کردیم بهش. بابای تصمیم گیری داره، اجازه انتقال داره، مجوز بهره برداری داره، من چی خاکی تو سرم کنم؟ 80 سال پیش با بزرگ ما این زمین وصیت کرد که برسه مال شفاخونه، هدیه کرد مال اهالی ولایت خودمون. الان که نه دکتر حاشیه هست، نه باب بزرگ ما هست، نه آبا اجداد ما هستن، همشون رفتن زیر گل. آقا جون چی جونی من میخواید؟ ولم کنید بذارید برم. ما داریم اونجا رو بازگشایی میکنیم. چه بش میکنی؟ بازگشایی میکنیم. نه چه کارش تبش میخوای بکنی؟ شما که اجازه نمیدید من حرف بزنم. ما امروز با یه دکتر متخصص متعهد به توافق رسیدیم که با یه تیم پزشکی مجرب اونجا رو راه اندازی کنه. با امید خدا به زودی اونجا بازگشایی میشه. شما مرگاب فرض کردی؟ نه مرگاب فرض کردی. آره مرد حسابی، سه تا اتوبوس متخصص دکتر تحصیل کرده نفرستادی اونجا. چقدر دوام آوردن؟ یه ساعت، یه روز. خیلی جون سخت بودن، دو شب دوام آوردن، بعد دو شب جونشون برداشتن در رفتن. آقا چون اون زمین نفرین شده است، چشتم ولشه، اون زمین نحسه، بفهم اینو. اینا خرافات آقای زهتاب. شما اجازه بدید من مطمئنم با انگیزه ای که آقای دکتر صحرایی داره اونجا رو راه میندازه. شما باید دکتر صحرایی رو ببینید. دکتر چی؟ دکتر صحرایی. همون صحراییه. این ننه مرده تو صحرای چوبی، چیزی به مغزش خورده، مغزش تکون خورده که میخواد بیاد اون خرابچه در راه بندازه. من خواهش میکنم شما مثل دفعات قبل با این گروه همکاری کن. تا 6 ماه اگه به استاندارد لازم نرسید من خودم در اونجا رو تخته میکنم. شما هر کاری دلت خواست بکن. 6 ماه. آره 6 ماه. 6 ماه. شما گفتی 6 ماه، ولی همین دکتر صحرایی که میگی 600 بیشتر اونجا دووم نمیاره. جون شوهر میداره در میره از اونجا. اونجا نحسه. ما که تعالانش هر چی شما دستور دادید گفتیم چشم. از این به بعدشم نمیخوایم که در خدمت جامعه پزشکی مملکتمون نباشیم. هستیمون. فقط گفتی 6 ماه. اونجا الان چه وضعیتی داره؟ اونجا که الان داریش پلومپه هم دونم. تر 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 دوربین تمرین ها حرکت.
خسته نباشید آقای دکتر، مثل همیشه جون بیمار رو نجات دادید. خواهش می‌کنم، بدون کمک شما امکان نداشت. من فقط وظیفه ما انجام دادم. هایده حیوان های! چند وقتی من خستیم این موضوع رو باهاتون برمی نگذارم. آقا اینجا مگه صاحب نداره چه وضعیه؟ های حیوان های! ما برش رسیدگی کن! هایده بیست صاحب های! باشه آقا. آقای سولتی تشریف ببرید بیرون، تو قاب تشریف دارید. آره بله، تمرین میکنیم میریم. نه آقا زبط تمرین، نور رفت، صدا، دوربین، حرکت. خسته نباشید آقای دکتر، مثل همیشه جون بیمار رو نجات دادید. یعنی واقعا باورم نمیشه بعد از این همه تلاش و دوندگی و قدر ندیدن یک بیمارستان رو یک جا بدن به من. خیلی مبارکه، واقعا خیلی مبارکه. عرض کنم که به جای اینکه اینجا بشینیم نهار بخوریم، میرفتیم یه رستوران لکچری توی محیط پرایوت میشستیم، اینجوری هم آفتاب مستقیم نمیخورد به بصل و نخاعمون. حالا هوا میخوریم، ایرادی نداره. من همیشه ایده های بزرگی داشتم برای خدمت رسانی بهتر به بیماران کشورمون. اصلا میخواستم یک روند روبروشتی رو در بهداشت و درمان کشور به وجود بیارم، ولی هیچ وقت توان ارائه این در واقع ایده ها رو پیدا نکردم. خب بله، بعضی استعدادها اینجا حیف میشن. من موندم نهار میخوام چی بخوریم، چون این دور و بر نه استیک هاوسی هست، نه گریلندی، نه اسپاگتی هاوسی، نه فیشن چیپسی. موندم نهار میخوایم چی بخوریم. خب حالا خواسته مهمون کنه یه چیزی میاره دوره هم میخوریم دیگه. باور فهمید، من یک جایی میخواستم کار بکنم، چنان جلوی من مقاومت کردن یا مخالفت کردن یا منو انداختن بیرون و نذاشتن من ایده هامو پیاده کنم. ولی الان من موندم و این بیمارستان با کلی ایده و آمال و آرزو و آرمان. من میگم یه وقت ایده ها و آمال و آرزو و رویاهات رو نگیری دستت، بری تو بیمارستان به همه ارائه بدی. از تجربیات من اگر استفاده نکنی خوردنت. آو چه فرمایشا میکنی، اصلا نفهمی، غیر ممکنه من بدون شما. اصلا اگر اولین شانس من گرفتن این بیمارستان بود، دومین شانس من همراهی و همدلی شما. من نمیدونم چرا شانس سومت نمیاد. مردیم گوش نگی. تو چی؟ تو هم پزشکی خوندی؟ نه من خیلی علاقه نداشتم. او به خدا، شماها بردو کردی. ما چی؟ الان یه همه رفتیم درس خوندیم، شهریه دادیم، رفتیم دانشگاه اومدیم، آخرش چی شد؟ یه سون دادن این دستمون، یه سرم دادن این دستم. من مونده بودم خونه، یا منتظر شوهر بودم یا شوهر کرده بودم. یه دستم قابلمه بود، یه دستم دیگ. بعد بود عاقبت بخیر شده بودم. فوقش هم به جای اینکه با مریضا کلکل کنم، با مادر شوهرم کلکل می‌کردم. خب خواهرای من نشستن تو خونه، زن دو تا دکتر شدن، یه شبه شدن خانم دکتر. ها پس شما ژنتیکی آینده نگرین. نه البته من خیلی هم بشین نبودم، یه مدتی رفتم ورزش فول کانتاکت کار کردم. تا 3 سال بعد تو سایت فدراسیون جهانی عکسم. بعد یه شب که داشتم همینطور ذهن می‌کردم، ستاره‌ها رو نگاه می‌کردم، گفتم چقدر دلم می‌خواد هوا و فضا بخونم. رفتم مدرکش هم گرفتم. بعد بابام پول جور کرد داشت می‌فرستادم برم بهروز. بعد اون وقت این بهروز پزشکیشو اینجا خوند واسه ادامه تحصیل رفت خارج دیگه؟ نه نه، بهروز اینجا با دایش کار می‌کرد. دایش چی کاره بود؟ یادم که اون موقع بیکار بود، ولی الان لباس سیندرلا میفروشه، جلوی کفاشی زنونه وای میسه کار میکنه. بعد اون وقت بهروز شما از اولش همین شکلی بود یا الان داره شکلک در میاره؟ نه بابا اصلا تکون نخورد، فقط یه ذره آب رفته زیر پوستش. ها پس رازش تو همون دیدار اوله؟ نه لحظه دیدارتون خیلی قشنگ بود. آخ نه، فقط از توی کوچه رد شد. ها عشق در نگاه اول، روش همون برگ. ها پس صداش خوب بود، داشت یه چیزی زمزمه میکرد؟ نه یه دوتا توف انداخت تو جوب و رفت. بخ بخ قضا همون من.
بفرمایید. کجا بودی دکتر؟ نگران شدم. بالاخره غذای ایرانی طول میکشه دیگه عزیزم. بفرمایید. گفتی چند سال منتظرش بودی؟ 5 سال و 2 ماه و 3 روز و 7 ساعت. استاد معذرت میخوام، ساندویچ چی خریدید برامون؟ فلافل دونونه است با ترشی انبه. به به. معذرت میخوام فلافل چیه؟ فلافل شماست، من که ایران نبودم نمیدونم. اختیار داری، نخود چرخ کرده لای نونه. یعنی من الان توی پارک بشینم نخود چرخ کرده بخورم؟ بله بگرم. دوست ندارین ساندویچ تخم مرغ پخته هم داشت بگیرم؟ خیر من نمیخورم، معده‌ام با این چیزها سازگار نیست. دکتر تو رو خدا حرف معده رو جلوی من نزن. من 5 سال امها و احشا خوندم. شما یه گاز عظیم بزنی میره تو معده‌تون، یه اسید ترشح میکنه، 2 روز نگرت میداره. متشکرم، شما بفرمایید، من میل ندارم. من به خاطر خودتون گفتم، ولی من خودم دارم ازدواج میکنم. ماندانا سلام کن. سلام. سلام خانم، حال شما چطوره؟ خوشمزه است، من میخورم. دیگه برا داداشه ما تالت نگر دار نگرش دار چقه شد؟ چقه؟ شما مرگی رو بردی برو داداشه. اوله کاموه اوله سرتم تلفن حد میزنی من نفهمیدم که چی گفته. چیز خاص که نگفتم، اینا مثل که میخوان یه باره دکتر مکتار بفرستن اینجا، اینجا رو باز کنن دوباره، ولی نمیذارم که اینا بار نشناختننو. میگم میخواید وارد که بشم برم روشون بالا بیارم؟ نه منطقی باش، مال چی؟ پس برم بالای تپه با تفنگ دوربین دار بزنم توی مزق سرش. آخه مال چی این کار بکنی عزیز دل من؟ عموه من مشتری اینجا دارم، صحبت چی کردم، قرار محضر شم گذاشه، من میخوای یه جنازه بده زیر کلما؟ خب پس برم بگم که اینا ورجم کنن برم بر بدن. مال چی برن؟ پول شما نبیدم. نمیگم که اصلا پولشون نگفتم که، من میگم اینا مال چی برن، میخوام اینا اتفاقا اینجا باشن. این یاروه که میاد دکتره اینا رو ببینه تو این شرایط خودش نامشو میذاره رو کولش میره. آه از اون نظر اینجا میگن این آفتاب مهتاب نیده هست بچه خرخونه از ایناست، بیاد این شرایطی ببینه خودش میره. آره این یارو هم گوسفندیه هست، داد لیچار بارش بکن، حالا این درخته ما به درک، بگو یه چیز بیرز جلو این زنبسته گوسفندا بخورن گنان. نه نه با سنگ که نه، حال درست اینجا باس ماست، ولی اینو میوون خداست گناست. با چوغ بار باش صحبت کن، با چوغ دون بره داشته. حال گوسفندات خوبه؟ آره چوپونو نترس. به مریضخانه حاشیه خوش آمدم. من سهولت هستم، پدر این بیمارستان. زمانی که خر از این تپه بالا نمیتونست بیاد، من نوک اونو قله بودم. اولین بیمارستان اینجا را من کلنگ زدم، همین را. اولین مریض اینجا را من کور کردم. اولین مریضی که اینجا مرد من با همین دستای خودمونو گذاشتم توی قبر، خاک روش ریختم. بله خسته نباشی، من دکتر هومن صحرایی هستم، بازگشایی و راه اندازی این بیمارستان به بنده سپرده شده، این حکم من هستش. ما اداره که بودیم گفتن اینجا متروک است، اومدیم دم در اینجا گفتن بیمارستان دایر هستش، اینجا چه خبره؟ اینجا شامل بخش های گوناگون میباشه، بخش فرهنگی هنری، بخش ها دارن فیلم برداری برمیدارن،
کنسرت اینجا برگزار میشه. آکروبات، جانگولار، بخش بیماری های ترمیمی هم هست. بدون رنگ برات در میارن. بله. سوال دیگه اگر هست من در خدمتم. گفتم بیمارستان علکی دستی کسی نمیدن. یه پارکرم دادن دستمون، میگم برو آمپول بزن. خب من خیلی عذرخواهی میکنم خانم، آقایون محترم، آی دکتر شما بفرمایید. مثل اینکه من باید برم با مالک صحبت کنم، اینجا کار داره. برای بازگشایی من تماس میگیرم، تشریف بیارید. نه بابا من جان، ما کجا بریم؟ من تو اتاق عمل 60 تا بینی و چونه و دماغ و اینا رو راه کردم. من جایی نمیرم. خب بهروز جان، بابای من که اینجا رو ببینه، ما 5 سال دیگه عقب افتادیم. من نمیذارم اینجا کار کنی. نمیتونم عزیزم، میفهمی؟ نمیتونم. چرا نمیتونی؟ خب به خاطر اینکه عزیز دلم، من به یه پزشک مملکت قول دادم من دکتر تا آخرشم هستم هرچی باشه. بهروز، مالک این بیمارستان کجاست؟ نمیخوای اول بری بیشتر فکر کنی بعد دوباره بیایی؟ نه، ما برای خوشگذرونی به اینجا نیومدیم، ما برای تفریح به اینجا نیومدیم، ما اومدیم اینجا خدمت کنیم، اومدیم کارهای بزرگتر، هدفهای بزرگتر، با انگیزه، انگیزه برای کار، انگیزه برای تلاش، انگیزه برای هدف بندی. خانم شما اینجا باشید، شما اینجا باشید. چشم، ما نمیدیم. حسا نباشید آقای دکتر، مثل همیشه جون بیمار رو نجات دادید. خواهش میکنم، بدون کمک شما امکان نداشت. من وظیفه‌ام آقای دکتر. خواهش میکنم. من وقتی یه موضوع میخواستم بگم در نظر دارم، خواستم بگم که میخواد همه جا جار بزنه. نه بغل برو درم ببن، سوز میاد. باشه داداشه، خداحافظ. کیه؟ آیون دکترن آمدن برای تحویل گرفتن مریض خونه. باشه باشه اموه، باشه. خیلی هم خوش اومدید. به به به، سلام عرض میکنم. سلام از ماست. به 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 به، قدمتون رو فرق سر ماست. خواهش میکنم. قدمی که باز خاطر مردم بلند میشه، باز چی کارش کرد؟ باید بوسید. باریکلا، ما چیش کرد؟ بوسیش کرد. شما لنگتی بده من جان، میخوام ما چیش کنم. نه من متشکرم. شما لنگتی بده من. بده من لنگتی. نمیخوام. نه جناب زهتاب، من قربونتون برم. ببینید، ما اداره بودیم، در واقع حکم بازگشایی این بیمارستان رو به من دادن. منتها من و دوستان فکر میکردیم که با یک بیمارستان متروک طرف هستیم، اومدیم اینجا ولوله. چه خبره اینجا؟ شما حکمتی بده ببینم. حکمم بله، این حکم من. بفرمایید. باریکلا، حکمم که درست است و بریم سراغ اصل مطلب. بله بفهم. این باب بزرگ خدا بیاورز ما که عمرشی داد به شما، کلن این ملکو گذاشتی مالی کارهای چی خیر، یعنی واسه مردم. یعنی زمانی که اینجا مریض خونه بود، ما مریض تحویل میگرفتیمون، چی تحویل میدادیم؟ قهرمان المپیک. مریض تحویل میگرفتیمون، چی تحویل میدادیم؟ المپیادی تحویل. از زمانی هم که این مریض خونه دیگه مریضی نگرفت، چه کارش کردیم؟ تحویل هنرمندا دادیم، دارن بر مردم هنرنمایی میکنن. تحویل جوون بیکار دادیم، اشتغال زدایی داریم میکنیم واسه شون. زایی؟ کی زایی؟ چی زایی؟ بفرمایید. بفرمایید. عرض میکردم خدمتتون، تحویل یه سری حیوانات دادیم، الان باز خودشون دارن میچرن پروارشن. من فکر میکنم که این فضای خالی بالا هست یه دونه، اونو بذارید قرفه ذرت مکزیکی. ما اینجا رو پیشنهاد دادیم به آسیا، مال المپیک آسیایی 2018. اینجا حالا قرار بیان بازرس بفرستن ببینه اینجا رو. ببخشید من یک سوال داشتم، اما شما در قبال این اجاره هم میگیرین؟ اجاره؟ اجاره مرسی، نه اجاره که نمیگیریم. ما همین در حد پولی آب و برق و گاز و تلفن و هزینه نگهداری و نمیدونم استهلاکش اینا باشه دیگه، واسه ما کافیه. بله بله، خدا خیرتون بده، واقعا اینقدر زحمت میکشین کار خیر میکنین. ببخشید ببخشید آقای زهتا، الان تکلیف بازگشایی بیمارستان چی میشه؟ شما الان دلتون میاد که این زامبسته ها رو اینجا بیرونشون کنید برن؟ بله 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 بله، دلمون میاد. بله بله، یعنی الان دلتون میاد بانی رزق و روزی اینا بشید، اینا بی رزق و روزی بمونن؟ بله 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 بله. من اصلا خودم از اون ور دنیا اومدم این ور دنیا که دلم بیاد.
فقط من یه قضیه رو باید خدمت شما عرض بکنم. اینجا بیمارستان است و ما مطابق اساسنامه بیمارستان میریم جلو. خب بله، ما که کار غیر قانونی نمیخوایم بکنیم، طبق اساسنامه شما میریم جلو. بند یک اساسنامه چی میگه؟ میگه این بیمارستان ماسماس، یعنی کلن ملکیش ماسماس. شما هم در مقام کسی که حکم دستته مدیر این بیمارستانی، ملتفت شدی؟ اره فقط ما کارمون از کی باید شروع کنیم؟ ببخشید، بند دوی اساسنامه چی میگه؟ میگه بنده در مقام مالک این بیمارستان این ملک و تحویل شما دکترها و مدیرها میدم. شما وظایف تحویل گرفتن بیمار، تحویل گرفتن تجهیزات، تعهدات به بیمار، طول درمان، همه و همش به عهده کیه؟ به عهده شماست. ما هیچ تعهدی نداریم، ملتفت شدی؟ داره چی شد بهروز؟ همه چی حله. همین فرمون بریم فردا زور تو اتاق عملم. وای چقدر عالی. ببینم تا شب نشده میتونی یه عمل انجام بدی، من عکس بگیرم قاب کنیم ببریم برای بابا اینا. آره میشه عزیزم، همین که دست به جنبونی من تا شب گانمو پوشیدم. دکتر شما این مقدار سرعتتون بالاست، به این سادگی هم نیست. من موافقم با دکتر کاشف، اینجا راه اندازیش خیلی کار داره. این چیزی که من دیدم، بخصوص اینکه من خیلی حس خوبی از مالک اینجا نگرفتم. بفرما، من از اول میدونستم یه جای کار میلنگه دیگه. این از بیرونشون، اونم از شخصیت درونشون، اینم از طالع نفس ما. آقا جمع کنیم بریم. بریم کجا؟ بریم خانم کجا؟ بریم کجا؟ به جون ماندانا نباشه، به مرگ پدرش. من از اینجا تکون نمیخورم دیگه، ببین چه قصه. دکتر صحرایی، این بود همه اون آرزوها و آمال و اون چیزایی که راجع به دکتر کاش. من گفتم فقط حس خوبی نگرفتم، حرفی نزدم. نگرفتی که نگرفتی، به درک که نگرفتی. نه، من منظورم اینه که فکر میکنم زیادی طول بکشه، یعنی که راه انداز اینجا کار داره. بنده خدا بد کرده این ملک و اجاره داده که یه عده توش کار کنن که درآمد زایی داشته باشه، که پول آب و برق اینجا رو بده. بده که اشتغال زایی کرده، بده همه این کارا. عرض کردم که من احساس کردم زیاد طول میکشه. نه طولی یعنی... نمیکشه دکتر. تو فیلیپین افتتاح یه دونه بیمارستان با یه چوب بستنی شروع میشه. یارو مریضه رو تو خیابون دکتره وای میستونه، با چوب بستنی میکنه، حلقشو که نگاه میکنه تو همین زمان دورش یه بیمارستان سری میسازن میرن بالا. اصلا ایران من خودم پرشورترم اصلا به خاطر این مسئله. مسئله ای نداره که. پس چرا تو دل ما رو خالی میکنی؟ اصلا آین هومن از اولش نصب بود، نفوس بد میزد. من اجازه بدی؟ من غلط کردم. خوب شد؟ آره خوب شد. خوبه؟ خوبه؟ خوب بریم پیکارتون. گوش کنید ببینید چی میگم. الان تقسیم میشیم. بله. خب که اینا رو را بندازیم جمع کنن برن. بله. شما برو سراغ صافکاره. صافکار. شما برو سراغ گروه فیلم برداری. منم میرم سراغ چوپانه. اینا رو را بندازیم برم. بعد میایم با خانم ها میریم به اتفاق بازدید بیمارستان. موفق باشین. موفق باشین. دکتر موفق باشین. موفق باشین. سلام. سلام سلام سلام. خسته نباشی. خسته نباشی. سلامت باشی. واقعا زحمت رو من و شما میکشید. آره واقعا زنده باشی. شما بچه فلکی دومی؟ فلکی دوم کجا؟ فرق نمیکنه، فلکی دوم تهران پاس، نارمک، صادقیه. نه شما بچه فلکی دومی؟ نه من بچه فیلیپینم، ولی همه بچه های فلکی دوم الان فیلیپینم. همه فیلیپینم؟ بله. ببین یه مدت بود همه میرفتن ژاپن یا کوزا میشدن، دانشجو میرفتن مالزی، تناکاری که نمیکردن درس خوندن بود. الان هم همه صافکارا فیلیپینن. مگه چه خبر فیلیپین؟ نمیدونی؟ نه. ببین ماشین زیاده، رانندگی ها افتضاح، پلیس هم خوب اعمال قانون نمیکنه، بیستچاری تصادفه، هی میخورن به هم ماشینا قر، باید برن صافکاری. درآمد اینجا واسه صافکارا خوبه؟ اصلا بهشت صافکاراست. همه مایداراشون صافکارن، به جون شما، به جون شما، به جون اون آقا، همشون صافکارن، همه پولداراشون. ببین اصلا شما بدون رنگ خوب در میاری؟ من اصلا خوراکم بدون رنگه. همون دیگه، اونجا اینجوری ضربه ای پول میدن. ببین کن، تق 100 دلار، تق 100 دلار، تق 100 تپ، یهو 200 دلار میذارن تو جیبه. راست میگی؟ آره. بعد
شما میتونی ردیف کنی ما بریم فیلیپین؟ آره چرا نمیتونم، همه رفیقای منن تو فیلیپین، اصلا میدم توی پکیج ستاتونو ببرم فیلیپین صافکار چینی اونجا. دستت درد نکنه. پس جمع کنین دیگه، جمع کنین برین، فردا سر فرصت یه زنگ به من بزن، هماهنگ کنم بفرستمتون فیلیپین. ما تا نیم ساعت دیگه جمع میکنیم همه اینا رو. میبرین نوکر تماس بگیر باهام که هماهنگ کنم بریم. فقط من شماره شما رو ندارم. خب من خودم بهت زنگ میزنم. خب بعد شما شماره منو داری؟ اس ام اس کن دیگه واسه. آها راست میگی، دست درد نکنه. بچه پول داره. ساکاتون رو بندیم بریم. خداحافظ. خیلی آقایی. نوکرتم. نه عزیزم، خارج از کشور کجاست؟ من اهل فرار نیستم. فقط دور شدم. بله همین اطراف تهرانم. مطب تو سرم بخوره. پروانه پزشکیمو جلوم ریز ریز کردن. مگه نگفتی همه چی حله؟ الان کدوم گوری هستی؟ طلبکارا کجان؟ آن تو ماشین تو هن. بعد تو کجایی؟ آن تو هم تو ماشینی. نگی داری با من حرف میزنی؟ آن رو اسپیکره؟ سلام عرض میکنم، سلام عرض میکنم دوستان. میدی تمتون عزیزم، این برا بچه ها رو از اینجا جمع کن، من بعدن جبران میکنم. گسپن که بعدم حالیش نمیشه، پولیش نقدی میخواد. خب من الان پول نقد ندارم، کارت دارم. خب کارت تو بده. کارت ویزیت که نیست عزیزم، کارت بانکیه، باید یه جا بکشم. خب یه جا بکش. نه مثل اینکه گفتگوی ما به نتیجه نمیرسه. گوسفندا رو جمع میکنی یا خودم جمعشون کنم؟ جمعشون کن. لطفاً یه فرم بدین آقا، فردا بازیگر عبوری خواستیم ازشون استفاده میکنی، تماس بگیر. نه نه عزیزم چی، اجازه بدیم، من عبوری نیستم که. بله. من اینجا مقیم هستم. بله. مدیریت این بیمارستان به من سپرده شده. مبارکه انشاءالله. خواهش میکنم. من گفتم از اونجایی که به هر حال شما هم با دوستان قشر فرهنگی و فرهیخته‌ای هستین، زبون همدیگر رو خوب میفهمیم و میتونیم یه تعاملی داشته باشیم. نه بابا خواهش میکنم، شوخی نفرمایید، حرف گذشته، اصلا باور نمیکنم بنده. نه من میخوام بهتون بگم که به هر حال چون اینجا درب اصلی هست و ما از اینجا رفت و آمد خواهیم داشت، فردا ممکنه که ما مزاحم شما بشیم یا شما مزاحم ما بشیم، برای همین حال اوزار جمع کنیم امروز از اینجا بریم. ببرین قربونتون برم، ما این یه سکانس رو داریم، بعدش هم یه پلان دیگه داریم، از اینجا جمع میکنیم میریم پی کارمون. خب بگیرین دیگه همین پلان و سکانس رو بگیریم که خب بازیگرش نیست، شمال فردا میرسه اینجا. خب خب یه نفر دیگه جاش بازی کنه. شما حاضری بازی کنی؟ چی هست حرکات موضوع جان؟